اونجا اونه که دم شدن گفتش که تیر هوایی زدن یه ده رفتن، گفت میزنم اتونا برید، نرفتن مردم، تیر زاویهش اوورد پایین تر نزدیک سر مردم تیر اندازی کرد، یه سری رفتن یه سری گفتن نمیریم، گفت بزنید چون خب یک عده‌ای که در مقابل نظم یک کشور مقاومت میکنن باید بزننشون دیگه. مثلا فرض کنیم، مثال بزنم، الان رژیم اسلامی با بریتانیا روابط خوب برقرار کرده، حال یه دهی در این حال رژیم اسلامی از این قطع روابط دیپلماتیک بستن سفارت خانه ما، رژیم ممکنه که هیچیش نشد، هیچ مهم نبود، ولی اون افرادی که در انگلستان بودن، خب خیلی بودن، اونا میخواستن ویزا بگیرن، نمیدونن پول بگیرن، نمیدونن هزار بدبخت داشتن، اینا کارشون خراب شد دیگه. همونطور که الان در مثلا فرض کنیم که کانادا سفارت ایرانو بستن، خب این همه ایرانی تو کانادا برای کارشون باید پاشن بیان برن مثلا واشنگتن، واشنگتن دی سی، برن مثلا سفارت پاکستان که دفتری داره به نام دفتر حفظ منافع ایران، در واقع سفارت ایرانه منتها اسمش اونه، برم اونجا کارشو بکنم. اما در انگلستان این نبود. خب حالا که دوباره سفارت خونه باز شده، حالا یه دهی مثلا 50 نفر 100 نفر دوباره برن فوش بدن، دوباره برن سنگ پرت کنن، دوباره بخوان از دیوارا برن بالا، خب بزنید دیگه، بگو نرو بیا دیوار پایین، نمیای بزن یا بگیش ببر زندانیش کن. نمیتونی به همینطوری بگی که نه آقا این 50 نفر برن سرنوشت یک کشور رو عوض کنه. من این که در فرض کنیم که دیگر کشورها، ایتالیا چی جوری بوده، چقدر آدم کشتن حاکمین ایتالیا اینا، خبر ندارم، ولی فرانسه رو میدونستم، گفتم خب مال سوئدم که همه میدونه اجدادشون وایکینگا قارتگر بودن دیگه، سوئد و نروژ و فنلاند و دانمارک، نه کشورهای اسکاندیناوی. خب اما اونا از حکومتاشون بدی نمیگن، ما فرق داریم. ببینید ما یک عده از ما میان گذشته خودشونو، نه تنها حکومت رو، بلکه مثلا به ابو علی سینا برسن یه جوری میخوان لجن مالش کنن، به مثلا آقای محمد، با آقای زکریای رازی هم برسیم که کاشف الکل بوده، اونم میخوان یه جوری خرابش کنن، میخوان برسن به مثلا ابو ریحان بیرونی، اونم میخوان یه جوری خرابش کنن، میخوان خیاب خرابش کنن، حافظ خرابش کنن، سعدی خرابش کنن، خواجه نظام الملک، ملک شاه، همه رو میخوان خراب کنن. اینه که میخوان همه رو خراب کنن، چند گروه هم. یک گروه اونایی که رسوب مکه تو کله شده. رسوب مکه یعنی چی؟ یعنی امام جعفر صادق السلام قربانت برم. خب وقتی امام جعفر صادق السلام قربانت برم، معلومه که رضا شاه بده، باقی رضا شاه اومد کشف حجاب کرد، اومد آخوندها رو ممنوع کرد، گفت هر کی میخواد بره آخوند بشه باید بیاد پروانه بگیره، اومد اوقاف رو از دست آخوندها در آورد، اومد دادگستری رو از دست خانوما از دست آخوندها در آورد، اومد آموزش برای، خب معلومه که این اونی که رسوبای مکه‌ای تو کلشونه با رضا شاه بده، به در علت رسوبات مکه‌ای که تو کلشونه. یه سری هم رسوبات مسکویی تو کلشونه. خب ببینید خانم آقایون، همه تو میدونید که تزارها همیشه طمع داشتن به ایران که ایران رو جزو کشور خودشون میکنن، بیان مرزشون رو برسنن به خلیج فارس. خب هیچ وقت نتونستن، البته گاهی وقتا میتونستن، منتها گفتن که حالا زود خودش میشه دیگه، گفتن آقا ما گفته بودن که ایران مثل یه سیبیست که وقتی برسه خودش میافته تو دامان ما، نمیخواد درخت باریم بالا بکنیمش. خب این همه مرز داشتن با ایران، این همه هم خب تو ایران عوامل داشتن، حزب توده داشتن. ببینید من به توده یا احترام میذارم، یه وقت نکنی جسارت رو، به اون عده ای از رهبران، اون عده ای که در کمیته مرکزی، کمیته اجرایی بودن و تلفن مسکو، الو الو امروز چه رسول، اونم زبان روسی،
زبان روسی یاد گرفته بودن که بگن مثلا فرض کنیم که بتونن با رهبرای فرمانده هایی که اونا درس دستور میدادن بتونن صحبت کنن. من توی سوئد بودم، یک رادیوی فارسی داشتیم که خیلی مشهور بود، همه اونام که بابا بدونه همه گوش میدادن. یکی از من یادم یک آقای بود کمونیست بود، هر وقت می رسید مثلا رادیو، چه رادیوی؟ رادیو؟ شما رادیو عجب نمی دوستن. خانمش می گفت وقتی رادیو شروع میشه میره توی اتاق در می بنده، اونجا رادیو من اونجا گوش میده. بعد ما یه برنامه داشتیم مثلا مشبیژن، که هر دفعه من می نوشتم یه آقای بیژن بود، اسمش بیژن بود، اون با لحجه دماوندی اجرا می کرد. می گفت اینه که می داشتی این قهقه اپوشتون چیچه من پنه قاه قاه آم می خنده. ولی وقتی می دید می گفت ای مگه شما رادیو داری؟ می دید خب رسوبات مسکوی اینجوریه دیگه. رسوبات مسکوی میگه که آقا شما نادرشاه کیه؟ اصلا حافظ کیه؟ نیما یوشیج؟ شاعران توده‌ای؟ خب اینا بر حسب اون رسوبات تعالیمی که دادن، اون رسوبات توی سلول مغزشون، توی لایه های مغزشون رسوب داره، رسوب مسکوی داره. اگه من یه روزی تحت مسکو قرار گرفتم تونستم اون رسوبا رو مخم پاک کنم؟ بعضی نتونستن، اون رسوبا مونده. اینه که اینا رضا شاه بده، محمد رضا شاه بده، مصدق بده، امیر کبیر بده، ناصرالدین شاه بده، نادر بده، کریم خان بده، همه بده. حتی دانشمندان و شاعرها و نمیدونم نویسندگان و اینا هم بده. پس اونایی که مفاخر ایران رو، یعنی اون چیزایی که باعث افتخار ماست، بهش میخوان لجن مالی کنن، اینا چند گروه هست. یک گروه گفتم رسوب مکه تو کله شده، یک گروه رسوب مسکو تو کله شده، یک گروهشون مریضن، عقده دارن. میدونی من اگه میخوام بگم که من از همه بزرگترم، مجبورم بعدی همه رو بگم دیگه. آقای تقوی همسایه، بابا آقای تقوی ولش کن، بی خود مدکی، بی سواد، علیکی خود چوالا میکاره. همسایه اومدونتون منوچهر خان، بابا منوچهر خان اصلا زندگی رو بلد نیست بکنه، این اصلا آدم میکنه من چجوری اومده تو دنیا. رضا شاه، بابا رضا شاه کرد نمومدن آقا. میدونی اینا تو ذهن خودشون رو اینقدر بردن بالا 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 بالا، تو ذهن خودشون، تو خونه خودشون اینقدر بردن بالا بالا بالا، دیگه برای هیچ کس ارزش خواهی نیستن، حتی برای مثلا فرض کنیم سعدی، حتی برای مولوی، حتی برای مثلا فرض کنیم که شیخ عطار، حتی برای نمیدونم همون گفتم زکریای رازی، حتی برای ملک شاه صدوقی، برای ایشکی میان مثلا میگن که آقا این پادشاه ایران همه خارجی بودن، ملک شاه صدوقی و صدوقیان که مال آسیا مرکزی بودن، غزنوی‌ها که مال آسیا مرکزی بودن، نمیدونم تیمور و نمیدونم هولاکو خانم که اینا هم که مغول بودن، قاجارام که از قارا قاجار بودن، همه. بابا اینجوری بهتون بگم، از زمانی که انقلاب کبیر فرانسه شده، الان براتون حساب کردم، 1789 تقریبا 240 ساله، 240 ساله پادشاهان سوئد فرانسوی هم. یک از بزرگان سوئد در زمان جنگ های ناپلئون اسیر شده بودن، اینا رو ناپلئون داد به یک جنرال، گفت این اسیرهای سوئدی رو نگه دار، مواظبشون باش. اون جنرال فرانسوی چون که میدونست اینا که اسیر شدن، اینا آدم های حسابی سوئدن اسیر شدن، لذا اون جنرال فرانسوی از اینا خیلی به خوبی پذیرایی کرد. یعنی وقتی مثلا قضا میذاشت جلوشون، یه مشت تو کلهشون نمیگذاشت، گفت ببخشید قضامون از این بهتر نیست. مثلا اسم اون بود ژان باپتیست برنادت، اسم اون جنراله بود ژان باپتیست برنادت. بعدها وقتی سوئدی‌ها آزاد شدن، اون گروه اسیر آزاد شدن، نماینده فرستادن به فرانسه، به این آقای ژان باپتیست برنادت گفتن آقای جنرال فرانسوی،
لطف کنید یه پادشاه کشور ما بشین. مگه عیب داره؟ اون زمان نصف کشور اروپا پادشاهشون فرانسوی بودن. پادشاهان انگلستان اصلیتشون هم آلمانی بودن. به اینا میگفتن، یه زمانی به اینا میگفتن مهرلاستیکی. برای که پادشاه میامد تو جلسه هیئت وزیران، منتها چون پادشاه زبان مادریش آلمانی بود نمیفهمید اینا درست چی میگن. هرچی میگفتن مینوشتن آخر سر پادشاه مهرش رو طلب میزنید زیرش. میگفتن این پادشاهان مهرلاستیک، یعنی اصلا نمیفهمن چی گذشت اون تو، فقط مهرش میزنن. از لحاظ سمبولیک اونا رو داشتن. پس ببینید یه سری رسوبات مکه تو گلشونه، همه ایران، همه مفاخر ایران رو بد میکرد. یه سری رسوبات مسکو تو کلتونه، همه مفاخر ایران رو بد میگن. یه سری عقده‌ای هستند چون خودشون در بیماری خود بزرگ بینی که دارن از همه بزرگتر میبینن، لذا سعی میکنن از همه بدی بگن. یه سری مزدوره پول گرفتن که بیان هم از همه چیز بدی بگن. اتفاقا ممکنه خیلی دانشمند باشن، طرف مثلا پزشک خیلی خوبیه، خیلی طبابت خوب میکنه، ما وقتی میکنه ما همه مسحور میشیم، به 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 چه بیماری، که چه پزشکی که این مریضی رو این همه آدم نمیتونه مداوا کنه، ایشون اومد وقتی کارش تموم شد میگه این محمد رضا شاه که خر بود، رضا شاه هم که گاو بود، ما صدقم که خرس بود. مثلا خب ما فکر میکنیم راست میگن دیگه، چون بهشون ایمان آوردیم الله، اینکه اینقدر پزشک خوبی و دانشمند خوبیه دیگه. بدترین اینا اونایی که بعد قدیم هم تو ایران این مسئله بود، میگفتن که اگه با چراغ میان گزیده تر برد کالا، چون که اونی که بدون چراغه هرچی بخواه همینطور دست در هر دم دست بیاد ور میداره میبره، اما اونی که با چراغ اومده خوب نگاه میکنه چیز خوبی ببره. حالا بدترین خرابکاران، بدترین اونایی که افتخارات ما رو خراب میکنن، اونایی که با اطلاعات بیشتری هستن، چون 10 تا چیز درست میگن وسط یه چیز غلط هم دروغ هم بگن ما باور میکنیم چون اون 10 تا چیز گفتونم درست بوده دیگه. حالا بگذاریم بیریم رو برنامه های امروزمون. رئیس جمهور امریکا هشدار ها این که گذشت دیگه، گذشت میدونی بر چی میگم دیگه. امروز میدونید که امریکا، رئیس جمهور امریکا این چیزو توافقنامه با ایران رو امضا کرده یا قرار بسته یا هرچی، و مجلس امریکا و یه سری تو امریکا میگن که این قرارداد به نفع امریکا نیست و ما این رو تصویب نمی کنیم. حالا قانون اینه که اگر در مجلس 50% با یک چیزی مخالفت باشن، 50% موافق باشن، یا اصلا بگن این قانون رو تصویب نمی کنیم، 60% مخالفن، 40% موافقن، درست؟ پس رد میشه قانون چون 60% مخالفشن. اما رئیس جمهور میتونه وتو کنه، بگه من به این رأی مخالف شما رأی منفی میدم، یعنی رأی مخالف شما رو باطل میکنم. اما قانون امریکا اینه که اگر 2/3 سنا به اون لایحه رأی منفی بدن، یعنی به لایحه‌ای که آقای اوباما با ایران امضا کرده، اگر 2/3 سنا بگه نه، دیگه آقای رئیس جمهور حق وتو هم نداره، درست؟ پس بنابراین آقای رئیس جمهور باید از 1/3 بیشتر داشته باشه که به این لایحه رأی موافق میدن. امروز که من با شما صحبت میکنم از رادیو امریکایی شنیدم، حالا امیدوارم درست شنیده باشم، که گفتش که موضوع وتو، موضوع این که اون 2/3 مخالفت کنن منتفی شد، چون اون سناتورایی که قول دادن که از این رأی موافقت کنن از 1/3 رفت بیشتر شد. اگه 1/3 طرفدارای اوباما ای 1/3 کمتر بودن، میتونست اون قانون، اون توافقنامه در مجلس رد بشه. البته رد میشد، امریکا بین دنیا مسخره میشد. بلکه رفتن 6 تا کشور نشستن با یه نفر، 2 سال صحبت کردن، بعد 2 سال یه توافق گرفتن، این توافق در سازمان ملل تصویب شده،
انگلستان و فرانسه اجرا کردن، وزیر امور خارجه فرستادن ایران، هیئت اقتصادی فرستادن، فلان کردن. حالا امریکا بگه من نه، من توافق قبول ندارم، خودش کوچیک کرده. و خب حتما سناتورها میدونستن دیگه، میخواستن آقای اوباما رو اذیت کنن، یا میخوام مثلا فرض کنیم که این قرارداد رو تو ایران مثلا شیرین جلوه بدن برای مردم، چون بسیار این کاری که این سیاست وزاره میکنن روی مردم میخوان اثر بذاره، میخوان مردم رو به اون راهی که میخوادشون میخوان بشونن. اگر امریکا از روز اول میگم بله من موافقم خیلی خوبه، تو ایران مخالفا میگفتن ببین امریکایی‌ها این قرارداد رو بردن. آقای روحانی میگه این قرارداد برده. من عقیده دارم این قرارداد برده. من عقیده دارم بردش برای ایران بیشتره تا برای امریکا. یه دیگه میگن آقا اورانیوممون چی شد؟ آقا اشکنت رو بدون اورانیوم بپز امروز. تخمق میدیدید که اورانیوم نرید، همون زردچوبه و پیاز داغ ریختی بسه. آخه مگه ما بند نافمون رو با اورانیوم بستن؟ میگن آقا چرا پاکستان، هندوستان و اسرائیل بمب اتمی دارن؟ آقا اونا با فضاحت نخواستن که بمب اتمی به دست بیارن. که آقای محمد رضا شاه دست میده اینجا جلقش انگوشی تو اینطوری که من میتونم چه مدار اینطوری کرد، میگفتش که فرانسوی به ما یک پیشنهاد 5 تا راکتور کردن، ولی ما منتظریم چون آلمانا گفتن اجازه ما بیایم پیشنهاداتونه. از اون طرف امریکا خیلی اصرار داره که ما با اونا ما آقا اونجوری معامله میکرد. شما که با آقای محمدرضا شاه با هرچی آدم حسابی دنیا بود آشنا بود، شما با هرچی دزد و راهزن آشنا هستی. آقای محمدرضا شاه سران کشورها رو جمع میکرد جشنهای 2500 سال تخت جمشید، همه جلوش دلا میشدن. شما میرید کشورهایی که ما اسممون به اسمشون به ما نرسیده، هنون نشیدیم، برمیداریم میگیم ما اینا رو آوردیم، اینا میخواه از ایران حمایت کنن. الو، درود بر شما آقای، درود بر شما آقای سوربی، صدا درو خط فخش میشه بفهمه. آقا روی خط هستم. بله بله بله. خب سلام به بیننده های شما و سلام به دوستان شنونده شما. حضور شما که عرض کنم من این برنامه شما رو گوش میدم راجع به این که بعضی ها حقوق میگیرن، بعضی ها رسوبات تو کلشون هست. من میخوام اولا اگر شما یا دوستان بیننده و شنونده جایی رو سراغ دارن که من بتونم ازشون حقوق بگیرم، به دانشمندا فحش بدم، به شاهان گذشته فحش بدم، لطف کنن به من خبر بده. ولی از شوخی که بگذاریم، من از شما یه سوالی دارم. بفهمه. اگر شما بیای بگی رضا شاه خوب بوده، پل ساخته، دانشگاه ساخته، این ساخته، اون ساخته، محمد رضا شاه خوب بوده، آمده انقلاب کرده، اینو ساخته، اونو ساخته، منم زنگ بزنم به شما و بگم به به چه چه هرچی شما میگی درست. بله. آیا پیشرفته میکنیم در افکارمون یا این که اگر من شما بگی آقای رضا شاه پل ساخته، من میام بگم بله ساخته، زحمت کشید، ممنونیم ازش، ضمن این که وظیفه‌شم بود، اما رضا شاه این اشتباه رو کرد و شما هم قبول کنیم که اون اشتباه رو کرده. 100% من قبول میکنم. یا این که دوتامون بحث با چرچر کنیم. نه، همونی که شما میگید خوبه، اشتباهش رو بگیم، اما نفرت نداشته باشیم. قبول کنیم که اون پادشاه ایران بوده، برای ایران 16 سال زحمت کشیده و در واقع قبول کردن و اجازه بدید که بیننده ها تصمیم بگیرن. بعد نفرت نداشته باشیم. هم یه نفر هست مثلا بچه های خوزستان وقتی صحبت میکنن، حتی اگه میخوان شما رو دعوت کنن خونشون مهمونی، شما فکر میکنید داره دعوا میکنه با خان. پس اون به اصطلاح چی میگن، اون قضاوت رو بذاریم به بیننده. این قسمت اول. شما یه چیزی در رابطه با اوباما گفتید، اجازه بدید من شاید درست متوجه نشدم. وقتی تو مجلس سنای آمریکا 50 تا هست، 50 تا منفی و 50 تا مثبت، اینجا نخست به اصطلاح معاون رئیس جمهور میاد
اون هست که رأی میده و اون به اصطلاح 50 رو میکنه 51. حالا 60 و 40 بوتی، 60 و 40 بوتی. آها، اونها بستگی داره به نوع چیشون که شما درست دوزی دادی. اگر دوز خب اگه 60 بود و 40 بود اینا که درست میشه، ولی یه قبول نه نه اگه نه ببینید آقای جناب سربی عزیز، اگر 60 تا موافق 60 تا مخالف اوباما بودن، 40 تا موافق، اوباما میتونه اون رأی اون 60 تا رو وتو کنه. اما اگر بیش از 2/3 موافق مخالف اوباما بودن، دیگه نمیتونه وتو کنه. خب همون، اینم شما درست توضیح دادی. حالا موضوع امروز که 34مین نفرم که یه آقای سناتوری بود و گفت که به اصطلاح این رو حمایت میکنه و دیگه اون ترس 67 به 33 از بین رفت، اون یه قسمت دیگه هست. چون آقای اوباما تهدید کرده بود که اگر اینها بیان این کار انجام بدن من ویتو میکنم. ولی من بیشتر به اصطلاح پوینتم رو این بود که اون 50-50 که شما گفتی با نظر آقای معاون نخست وزیر، من بعضی هم میگن ببخشید معاون رئیس جمهور، بعضی هم بهش میگن نخست وزیر که نخست وزیر نیست، با اون حل میشه. حالا من یه سوال دیگه، یعنی یه چیز دیگه میگم که اون حرف قبلی متکمل کرده باشم از حضورتون خدا از کنم. تفاوت شما که میگید هر کاری آقای رضا شاه کرده خوب بوده و اگر سوربی یا آقای دکتر احمدی آمد گفت بابا این کارا رو اشتباه کرده، اینا یا کمونیستن یا پول میگیرن یا دیوانه هستن یا تنفر دارن، با اون حزب اللهی که میگه امام جعفر صادق بزرگترین دانشمند بوده و من اگه آمدم بهش گفتم بابا این چه دانشمند اولاقی بوده که فکر میکرده ابر خورشید میره توی چاه لجن مثلا یا توی دریای لجن، بله، اگه اون عصبانی بشه منو بخواد بکشه، تفاوتش با دوستان شاه اللهی که همش میگن آقا رضا شاه چی ساخته، دانشگاه ساخته، که همه میدونیم دروغه. بله رضا شاه دانشگاه تهران رو دستور ساختنش رو داده، ولی ما دانشگاه سالها قبل از ایشون داشتیم. کجا داشتیم آقای پارسا؟ کجا داشتیم آقای سوربی؟ کجا دانشگاه داشتیم؟ من خبر ندارم. اون که آخه مال اون که تاریخه، که آقا اونا تاریخه ولی تاریخ ما از فرح و از تعلیم شروع میشه. ببینید جناب پارسا عزیز من، قربون شما برم، شما که خودتون آشنایی کامل دارید اون منطقه، یعنی آیا دانشگاه جندی شاپور واقعا دانشگاه بود در زمان مثلا ناصرالدین شاه؟ بله عزیزم، از سر تا سر و خاور میانه و اینا میمدن اونجا درس میخوندن. شما میخواین من هیستوریش رو براتون بفرسم؟ نه همین که همین که شما گفتید من قبول کردم، همین شما گفتید قبول کردم. بله آها، خب نه آخه من دیدم که آقای احمدی وقتی به شما میگه توی فلان کتاب کتابو بخونی، شما میگی من نمیخونم. آخه نخونیم. آخه ببین عزیز من، آقای سوربی ببینید عزیز من، میشیم مثل مسیحی ها، میشیم مثل مسلمان ها که یه کتابو خوندن جیل دادن به این کتابه، اون میگه حضرت مهدی میاد ما رو نجات میده، اونم میگه حضرت مسیح میاد ما رو نجات میده. ما بدبخت هم این وسط داریم 2000 سال جنگ میکنیم و هم دیگر رو میکشیم و از هم دیگه متنفریم. من آقای... نه نه اجازه بدید من یه چیز به شما بگم آقای سوربی عزیز. ببینید وقتی من با شما مثلا صحبت میکنم، داریم بحث میکنیم، شما به من میگید آقا برو اون دارالمصارف معارفی رو که در مسکو چاپ شده برو بخون. خب من میگم نمیرم بخونم. من به طور متوسط، به طور متوسط اگه اقراق نکنم ماهی یه کتاب میخرم و میخونم. خب دیگه نسخه که برای من نپیش، برو دارالمصارف پرانجارم بخون. اگر من آمدم شما یه ماشینی خریده بودید، یه پونتیاک خریده بودید، به من گفتید که این کرموز که میزنم تاک 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 با صدا میکنه، من به شما گفتم کتابش نوشته که این ABS و اشکالی نداره نگاه کن، اینم میشه نسخه کتاب خوندن؟ نه من اگه ماشین کاتالوگ خریدم باید کتابش رو بخونم. خب شما که پیروی شاهنشاهی هستی؟ نه 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 نه، ببینید آقای سوربی، آقای سوربی عزیز من، قربونت برم، اصلا من هیچ وقت، من اتفاقا همین پسرم همین دور گفت به من، گفتش که بیا آقای رضا پهلوی فلانجا جمع میشه، تو هم برو، تو که طرفدار شاهی. بهش گفتم عزیز من کی من گفتم من طرفدار پادشاهیم؟ من گفتم طرفدار اون چیزی هم که مردم بخوان. اگه جمهوری بخوان طرفدار جمهوری هم، اگه پادشاه
پسر من گفت غیر از رضا پهلوی کس دیگه ای که نیست دیگه، یعنی بعضی وقتا ما مجبوریم طرفدار رضا پهلوی باشیم چون کس دیگه ای رو نداریم، ولی نه اینکه فکر کنیم این منحصر به فرده. شاید امروز یک جمهوری برای ایران خیلی بهتر باشه. اولا من خیلی متاسفم که شما هم درست حرف آقای رضا پهلوی رو میزنی که هر چیزی مردم گفتن من انجام میدم. برای اینکه من به مردم بگم ایشون دروغ میگه، خدمتتون عرض میکنم اگر مردم آمدن گفتن آقای رضا پهلوی شرکت درست کرده و شکست کرد، بانک درست کرده و شکست کرد، شرکت نفتی مدینه رو درست کرد و شکست کرد، اگر گفتن این آقا باید بشه خادم مسجد، آیا ایشون میشه خادم مسجد؟ مگه به شما میتونن بگن برو خادم مسجد بشو؟ من نمیگم مردم میتونن. نه ببینید اون ایشون میگه اگه مردم گفتن من شاه بشم من شاه میشم. آقای مینوی اجازه بدید. بله آقای، ببینید من از سال 1987 با آقای رضا پهلوی دارم حرف میزنم. بله بهش میگم آقا قسم خوردی بیا بگو من هستم یا نیستم. شما روزی که درس میدادی اگه داشتی میرفتی سر کار یه نفر تو خیابون بهتون میگو آقای مینوی شما چه کار هستی، شما میگفتی من دبیرم دارم میرم درس میدم. درسته. اگر یه روزی یکی میگو آقا چرا درس ندادی، شما حقوقشو گرفتی، شما نمیگفتی اگه مردم خواستن من دبیرم، اگه نخواستن من دبیر نیستم. یه کاری رو قسم خوردی تعهد دادی، شما به من زنگ میزنی میگی من فردا میام. ببینید آقای سروی اگر شما همینطوری بخوایم شاخه شاخه بپریم که خب بس به درازا میشه. ایشون نه آقا ببینید ایشون آقا ببینید شما اجتماع چیه، ایشون یه همون لحظه ای که قسم خود گفت این قسم من مربوط به این میشه که مردم تایید کنن و ضمناً اون موقع نوز الان دارم براتون میفرستم. اصلا همچی چیزی نگو، گفت الان من به طبق قانون مشروطه و چون پدرم، اصلا همچی چیزی نگفت که گفت مردم. حالا حالا ویدیوشی که دارید برای من بفرستید، قبل اینکه برای من بفرستید خودتون یه بار دیگه گوش کن. چشم ببینید من مثل شما نمیگم من دیگه گوش نمیدم، میگم چشم چون شما خیلی به باور دارم عزیز من. آخه وقتی به من میگم برو دار مطالب نمیم مسکو رو بخون که من اصلا دستوری ندارم، وقتشو ندارم، میگم نه دیگه راحت‌تر. اگه یه کسی استناد کنه بگه آقا مثلا در کتاب ده خدا صفحه 400 کلمه مثلا ترش باله یعنی تراوش پیاله، خب اینو شما نرفتید ولی بینندگان شنوندگان تو میرن ببینن بابا این شیرازی ها اگر به صافی میگن ترش باله همون تراوش پیاله بوده. بله بشه. آره ولی اگر یه نفر به من بگه آقا مینی برو تمام لغتنامه ده خدا رو بخون، خب من میگم نمیرم بخونم. آقا من مگه چقدر عمر دارم که برم اونو بشینم بخونم؟ امیدوارم که اینجوری نباشه و همش مستند باشه، همه بگن اینجوری. حالا من یه سوالی از شما دارم. بله شما به نظرتون 57 سال حکومت پهلوی دانشگاه درست کردن، مدرسه درست کردن، به هممون مجانی نون و کره میدادن، به قول بعضی ها چلو کباب میدادن، چرا مردم بعد از 57 سال اینقدر خنگ شدن که رفتن دنبال آخونده؟ شما خودتون گفتید دیگه چی شدن مردم؟ نه ببینید اگه شما مسئول یه مدرسه باشی هر سال بچه ها رد بشن، آقای پدر مادرها مردم اون شهر فرهنگ حق نداره بیاد به شما بگه. آقای پارسا سربی عزیز مردم خودزنی کردن. خب حالا شما قبول داری که مردم خنگ شدن سال 57؟ بله. از سال 57 تا حالا آیا مردم دارن دانش پیدا میکنن یا خدا دارن مردم رو گیجتر و ببخشید خیلی لوری خرتر میکنن؟ نه مردم آگاه تر میشن. چجوری مردم آگاه شدن؟ خب به هر حال عصر اینترنت ارتباطات دیگه دلایلی داره دیگه، من دیگه وارد جزئیات بخوام بشیم که خیلی بحث میشه، ولی میدونیم که بله بیشتر از این مزاحمتون نمیشم و امیدوارم از به این فکر کنیم که چگونه در دوره دو تا پادشاه آقای شجاع‌الدین شفا و آقای پروفسور مسعود انصاری میرن مکه و اینها، ولی خمینی که میاد اینا یه شب همه پروفسور میشن. خب شاید این یه معجزه بوده، با قبولش کنیم معجزه بوده. خب در این که خمینی یک
کریزمای خاصی داشت، همه هم بهش کمک کردن، همه دنیا بهش کمک کرد. تو میدونی که حتما میدونی که 150 میلیون دلار آقای جیمی کارتر برای دفترش فرستاد دیگه. اونو من از آقای بنی‌صدر پرسیدم، گفت نه و حرف بنی‌صدر هم قبول ندارم، چون آقای خمینی بزرگترین دروغگو و سیاستمدار قرن 20 بود. بله و درسته. آقای بنی‌صدر هم حتی گول ایشون خورد و اونو چون من قبول ندارم و مدرکی ندارم و اینها نمیدونم، ولی اگر حتی اینا تونستن پول بگیرن و این کار رو انجام بدن، آیا ما نباید باز از خودمون سوال کنیم چرا آقای رضا پهلوی و دیگر اپوزیسیون ما نمیتونن برن یه جای پول بگیرن؟ خب دیگه آقای ببینید، یه موقع یه زمانهایی میشه که یک افرادی هستن که یه قدرت نفوذ بسیار قوی دارن و یه زمانی براشون پیش میاد. همین آقای خمینی، شما حتما میدونید که 15 سال قبل از اینکه پیروز بشه بر شاه، اومد همه توانش رو زد که شاه بندازه، نتونست. اون زمان نمیتونست، اون زمان شاه سالم بود، مریض نبود، یاران به قوی تری داشت، مردم چیزتر بودن، نتونست. آقای خمینی محکوم به اعدام شد، بعد نجاتش دادن. آقای شریعت مداری آفرین بر شما، به قول خودتون درود بر شما، که وقتی یک کسی یک کار خوب میکنه شایسته دروده. اگر ایشون 15 سال رفت و تلاش کرد، رفت دورهای مختلف دید، رفت کشورها رو رفت گول زد، پول گرفت، چرا اپوزیسیون ما تو قرن 21 و آخرهای 20 37 ساله به گل موندن؟ برای که اون همون بر میگنیم به همون حرفی که شما به من گفتید، که کسی رو نداریم، همون حرف اولمون، کسی رو نداریم. ممنونم از شما، من برنامه شما رو همیشه نگاه میکنم و امیدوارم بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم. من همیشه گفتم گفتنی ها کم نیست، من تو کم گفتیم. مرسی از اینکه وقت میذارید، مینویسید، میگید و امیدوارم که دوستانم از این ناراحت نشده باشن که من وقت شما گرفتم. قربون شما، سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون. خدا حافظ. هلو 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 هلو. اگر بیننده زنگ زده بود من دیر برداشتم تلفن رو، قطع شد، لطف کنن دوباره زنگ بزنن. هلو هلو. گوشی 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 گوشی. بله بله بفهمید. اجازه بدید رو خط بگید آقای امیدوار. آقای امید امیدوار هستن، صاحب تلویزیون ای2، خیلی لطف کردن اومدن رو خط، مطالبی رو میخوام بگن. استادام کنم آقای امیدوار، صداتون رو خط پخش میشه. خواهش میکنم. این مدرسه که ایشون نام بردن اولا مدرسه بوده و 271 سال بعد از میلاد مسیح درست شده، یعنی قبل از حمله اعراب که از یونان و از شهرهای مختلف و کشورهای مختلف دانشمندان در اونجا جلسه میذاشتن و تبادل معلومات میکردن، با هم دیگه صحبت میکردن. خیلی هم وسیع بوده، خیلی هم خوب بوده، اما این قبل از حمله اعراب بوده. وقتی که ما میگیم که دانشگاه در ایران به صورتی که داریم میبینیم تأسیس شده به وسیله پهلوی ها، برای اینکه 1400 سال اسلام نداشته بود تا اینها اومدن. منظور این است، بعد در زمان در 2000 سال پیش هم یه مدرسه در یه گوشه بوده، 1400 سال پیش هم مدرسه جنده شاپور بوده. در این میشه مدرسه جنده شاپور ربط اصلا به دانشگاه نداره. دانشگاه یعنی جایی که مردم عادی، جوانان عادی میتونن برن آموزش های مختلفی راجع به مسائل مختلف بگیرن. ولی در این 1400 سال اولین دوره‌ای که همچین اتفاقی در ایران افتاد دوره‌ای بود که در پهلوی بود. درود به شما، میفتم به شما. مرسی، خیلی متشکرم. خیلی متشکرم، سپاسگزارم. بله جناب امیدوار درست گفتن. ببینید خب حالا اینو گفتم، من یادم افتاد آقای خواجه نظام الملک هم یه سری نظامیه درست کرد، مرسای نظامیه که به نام خودش گذاشته بود. اون یه زمانی بود یه چیزی بود به صورت دانشگاه امروزی که دانشکده حقوق داشته باشه، فنی داشته باشه، پزشکی داشته باشه، ادبیات داشته باشه. این شکلی نداشتیم در ایران. در اروپا بود دانشکده‌های مختلف، در انگلستان بود، در فرانسه بود. در ایران برای اولین بار آقای رضا شاه این رو آورد و همین دیگه، ایشون آوردن دیگه. حالا بریم روی
بله جناب سربی بفهمید. آقا ببخشید من نمیخوام این بحث من بشه با دوستان. ای کاش امید عزیز رفته بود اقلا روی اینترنت. ایشون که به این ایشون میدونی که رشتهش کامپیوتره. بله جونگی شاپور یونیورسی که هیستوری. آقا من که کلمه ها رو عوض نمی کنم. الان برای شما لینک فرستادم. نوشته جونگی شاپور The world's oldest university. حالا اگر مثلا یونیورسیتی رو تو ایران میگن دانشگاه، ایشون اصرار داره که بله اون جونگی شاپور مدرسه بوده و دانشگاه نبوده. ضمناً شما برید بخونید ببینید قبل از آقای رضا پهلوی و آقای رضا شاه ما هیچ تحصیل کرده ای نداشتیم در ایران. آخه این چه حرفیه که ایشون میزنه؟ و من نمیدونم چه نفوذی دوستان شاه‌اللهی دارن که شما و ایشون رو مجبور میکنن اینجوری یه دفعه حمله ور بشید. من آقا دیگه اصلا به شما زنگ نمیزنم چون برنامه گفتم قرار این که اگه شما میگید حالا آقای سربی اجازه بدید من رو اجازه بدید ببینید تا شما رو خطی ببین آقای سربی شما نرید من یه توضیح بدم شما اون توضیح من اگه غلطه اصلاح کن. الو آقای امید امیدوار رو این خط داریم. آقای سربی من فعلا سکوت میکنم آقای امید امیدوار حرفشون رو بزنن بعد دوباره من میام توضیح میدم خدمت. آقای امیدوار بفهمید. بعد من مثل که ایشون دوباره زنگ زنگ گفتم من نمیدونم که چه اثری اینا گذاشتن روی اینا. البته عزیز من همونطوری که ایشون اول برنامه گفتن شیرازی ها یه ذره کله شق هستن و زیاد به حرفا گوش نمیدن. ایشون هم یکی از نمونه اونا هست. ما آشنایی کامل با آقای سربی دارم. آقای سربی عزیز و گرامی شما چه اصراری دارین که یک مدرسه یا یک دانشگاه به اسم شما 1400 سال پیش حالا علم کردی که بخوان حقایق تاریخ رو عوض کنی؟ این حرفایی که زده میشه بر علیه پهلوی شما خودتون بیشتر آشنایی داری بنده نه طرفدار شاه هستم نه طرفدار پهلوی هستم نه طرفدار هیچ کدوم از اینا. یعنی اینا نیستم که شما اس بودین خیلی هم بدجوری گفتی شاه اللهی وجود نداره. الله مال اسلامه و شاهی ها اسلامی نیستن. ولی من دلیلی که این حرفا رو دارم میزنم برای اینکه امثال شما که گفتیم کامپیوتر جلوتونه من فکر کنم شما دیگه آشنایی دارین که بنده هم آشنایی با کامپیوتر دارم. حالا شاید بعضی شما نباشه اینطوری که شما میدونین ولی براتون منم میفرستم بخونین ببینین 1400 سال پیش قبل از اسلام این درست شده بوده و به دست مسلمان از بین رفت. بعد اینو بردنش به بغداد در اونجا این کار انجام شد. حالا شما 1400 سال پیش یک مکانی بوده حالا اونو شما آوردین علم کردین که بگین اینا هیچ کار مفیدی نه یعنی کار بدی کردن که دانشگاه درست کردن که امثال من و شما و کسانی که الان مثل آقای نصر احمدی که کتاب خوندن و میتونن حرف بزنن آیا بهتر بود که توی شیراز و توی بغداد و توی نمیدونم مشهد و اینا گاو میدوشیدین؟ بد کاری کردن که حالا شما با خوندن اون میان بعد اینا صحبت میکنن. اینه به من جواب بدین ببینم این چطوری همچی کاری انجام میشه. آقای سربی عزیز ممنونم. اولا خیلی خوشحالم که آقای امیدوار نشون میده که هنوز نمیدونه اون موقع بغداد جزء ایران بود. این یک. ببینید اجازه بفرمایید آقای امیدوار شما یه لحظه صبر کنید. ببینید آقای امیدوار یه لحظه شما اجازه بدید چون شما دو تا حرفای هم دیگه با هم حرف می‌زنید متوجه حرف هم دیگه نمی‌شید. اجازه من بهتون گفتم من به شما دیگه زنگ نمیزنم چون شما این روش رو الان چند جلسه برای آقای احمدی هم اجرا میکنید و مردم اینجا هر روز به من زنگ میزنن گله میکنن که این آقای مینویی چرا همچین کاری رو میکنه. من وقتی آقای امیدوار زنگ زد تمام مدت ساکت بودم. میشه به من بگی اینا کیان؟ شما میخواین من حرف بزنم یا خودتون؟ اگه میخواین شما حرف بزنید من خدافظی میکنم. اگر نه من اینجوری که هر کسی اومد بهش فوری تهمت بزنیم که بله آقای سربی کی به شما تهمت زد؟ آقای سربی شما چرا خودتون به خودتون تهمت میزنید؟ کسی به شما تهمت نزد. ایشون گفت
گفت به من. ایشون الان گفت شما مثل متوجه نیستید اونجا، چون من به شما گفتم، من گفتم اینا که به شما زنگ میزنن چی هستن؟ به غیر از جمهوری اسلامی چی هستن؟ آقای صاحب یه لحظه شما اجازه بدید آقای امیدوار مطلب تو میگم. آقای امیدوار شما بگید. اگه ایشون بخواد حرف بزنه من خدافظ. اگه ایشون گفت شما خودتون خدافظ کنید، چون دنبال شما هستم. شما چه کلمه بغداد فارسی عزیزم خب ببینید آقای سوری جناب امیدوار اجازه بدید که به نوبت صحبت کنم. حالا اگر اجازه بدید هر دو که اجازه برین واچ کرده شستشوی مغزی داده. حالا ایشون 70% حرفاشون هیچ پایه و اساسی نداره. آره آقای امیدوار اجازه بدید من یه چیزی به آقای سوری بگم. آقای سوری ببینید قبل از اینکه آقای رضاشاه در ایران به قدرت برسه تحصیلات خیلی متشکرم. آقای سوربی من دوست دارم شما این به این گوش حرف من گوش بدید جواب بدید. رو خط هستید آقای سوربی؟ بله من گوش دارم. ببینید قبل از رضاشاه تحصیلات عامه مردم منحصر بود به مکتب خونه. من کاری ندارم حالا اگه مثلا یه دونه توی شیراز یه مدرسه بود، من کاری ندارم، عمومی میگم، عمومی تحصیلات مردم منحصر بود به مکتب خونه هم که میرفتن یه کتابی بود به نام امجوز، یه بخشای از قرآن بود، اونی که میخوندن تموم میشد گفتن دیگه فارغ التحصیل شد. حالا از این به بعد یا عده‌ای که از طبقه پایین بودن میخواستن ادامه تحصیل بدن راهی نداشتن جز برن حوزه‌های علمیه آخوند بشن و آخونده البته میخوندن مطالب مختلف رو میخوندن، یا اینکه جزو فرزندان پولدارا بودن معلم سرخونه میآوردن. ببینید آقای صحبت اینجا آقای دکتر مصدق وقتی که دانشجو بود از اینجا رفت فرانسه اونجا مشغول شد درس خوندن، این فرانسه رو خونده بود تو ایران. بسیار این فرزندان پولدارا توی خونه شون معلم سرخونه داشتن درس میخوندن. پس بنابراین تعلیم و تربیت مال مردم عادی تا امجوز بود، یا میرفتن حوزه‌های علمیه یا معلم سرخونه میگرفتن یا میفرستادن خارج. اونایی که میگیم در زمان قاجاری تحصیل کرده بودن همشون رفتن خارج به خرج پدر مادرشون درس خونده بودن، نه تو ایران. تموم شد حرفان دیگه. من اصلا رابطه این صحبت شما رو با بحث ما یه بحث تاریخی هست و میخواییم بگیم که در چه سالی ایران دانشگاه داشته و این دانشگاه انقدر معتبر بوده که افراد دیگه حتی بعد از اسلام از کشورهای دیگه نیمه از این دل من قربونه بدارم تداوم نداشته، یه زمان کوتاه بوده. با من صحبت میکنم شما صحبت میکنید، ببخشید بعدا برید این فیلم رو نگاه کنید ببینید کجای دنیا یه بیننده ساکت میشینه که آقای صاحب تلویزیون بیاد حمله کنه تو دستگاه آزمایشگاهش درجه بندی کنه بگه ایشون 70% بی خود میگه، بعد گوینده یا مجری تلویزیون یا برنامه سازم بشینه ربع ساعت چیزایی رو که ما همه میدونیم که بله پشه بوده و کباب نمیدونم شپش بوده، آقا پدر خود من از مکتب خونه فرار کرده، چیزی رو که من میدونم گفتنش چه فایده؟ بیاین چیزی رو که نمیدونیم و اشتباه عزیز من شما گفتید آخه قبل از رضاشاه دانشگاه بود تو ایران. بله دانشگاه یونیورسیتی میگم بزنید شما بخونید آقا، یعنی شما میگید همه دنیا بر علیه دو تا پهلوی هست، همه تاریخ عوض کردن دانشگاه عزیز دل من. آخه قربونه دارم آقای سوربی عزیز، میخوایی که حالا همه مثلا تمام شما صحبت کنیم صد دفعه درباره جندی چاپور بگید که گفتید که من همه حرفتون گوش دادم که عزیز من اون تداوم نداشت، اون یک دوره معینی بود مثل دانشگاه نظامی های خارج نظام الملک، تا اون زنده بود اونا بود. وقتی اون مرد ما قبل از رضا شاه اصلا نه باسواد داشتیم نه آدم داشتیم. خیلی ممنون متشکرم از شما. ولی دوستان یادتون باشه بغداد جزء ایران بود، کلمه بغداد اصلا کلمه فارسی هست. اونایی که سوادشون از من زیادتر مثل آقای امیدوار برن بدونن. دوستان بعد از برنامه آقای مینویی که برنامه بسیار جالبی هست شما برید این ویدیو رو نگاه کنید ببینید کجای دنیا یه نفر که زنگ میزنه بهش میگن روی خط باش، مدیر یه تلویزیون میاد اینجوری حمله کنه توهین کنه. آقای سوربی شما این نیم ساعت رو خطی تازه آخر سر میگید بهتون نذاشتن حرف بزنن دیگه، ببینید از انصاف رو میذارید زیر پا.
که خداحافظی کردم برم، شما گفتید وایسی، من میگم دوست دارید بخونید بزنید جون شاپور یونیورسیتی هیستوری از اون برم بزنید. عزیز من اینی که شما چندین بار که گفتید که قربان هالیوود رو نگاه کنید، حالا منم میگم لابد باز آقای امیدوار میاد فحاشی میکنه، آقای ناصر توکلی گوشی گشتید میاد ایشون شده شعبون بیمه شما ببخشید اینا رو مردم به من میگن آقای بله بله آقای توکلی شده شعبون بیمه برنامه آقای مینوی، آقای مینوی تا کم میاره آقای توکلی با شما میاد بزن سریم من سپاس. از بیننده هم که ممنونم دیگه هم به برنامه شما زنگ نمیزن. مرسی، لطف دارید. مرسی. خانم مهرنگیز جهانشاهی رو خط هستن، لطف کنید صداتون رو خط پخش میشه بفهمم. درود به شما و بینندگانتون شنوندگانتون. من چون صحبت از رضا شاه بزرگ شد دو تا خاطری یادم اومد، فکر کردم بهتر که تو این برنامه شما من اینو مطرح کنم. بله. اولا من خودم اولا خیلی خوش آمدید به برنامه. خواهش میکنم. رضا شاهو بسیار بسیار مثبت من نیازی ارجابی میکنم برای اینکه در اون شرایط بد مملکت وطن رو نجات داد. این یک. دومی خاطره دیگه دارم که از بستگان ما که رئیس دیوان عالی کشور بود در تهران و بسیار قاضی صالح بود که مورد توجه رضا شاه بود. اون سال یک پرونده زیر دست ایشون بود که گفته بودن که باید یک فردی که محکوم باید باشه اینو تبرئه کنید و این آدم چون آدم منصفی بود و عادل بود و درست تشخیص داده بود ببینه نه نمیتونه این کار بکنه و قبول نمی کنه و میاد میشینه تو خونه، حتی به خانمش میگه که ممکنه بیان دنبال من چند میدونم برای من آماده کنین، مشکلی هم نیست، اینجوری میگه. بله. منتظر میمونن ولی هیچ خبری نشد. فردا از طرف رضا شاه برای این آدم تقدیرنامه میاد که چون تو تشخیص دادین که قاضی صالحی هستی در جای خودت باید باشی، اتباع باشی و بهش خلاصه خیلی آوانس داده بودن. بله. یکی این دوتا خواهد باید گفت. بله. حالا بله. برفرض که به گذشته های خیلی دور چرا ما الان باید الان به فکر باشیم، به فکر مملکت باشیم. حالا گذشته اشتباهی در گذشته شده، خب مثلا من خودم یک کسی هستم که ضربه خوردم. بله 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 به هر صورت پایدار باشین همتون. درود بر شما، خیلی متشکرم. مرسی. خب خیلی جالبه دیگه، اینم یه فرمشه. جناب سربی میان رو خط، نیم ساعت من در اختیار شدیدم میکروفون و آخرزانم میگن شما شعبان بیمخ دارید، من قهر میکنم میرم دیگه حرف نمیزنم. خب جناب سربی شما آخه رئیس تلویزیون هستید، یعنی به مردم اینجوری یاد میدید که من نیم ساعت حرف زدم دیگه یه نفر اومد جواب داد من دیگه قهر کردم دیگه به شما زنگ نمیزنم. الو الو، گوشی داشته باشیم. آقای ناصر توکلی رئیس رادیوی ایران هوستون تگزاس هستن، من با ایشون سالهاست دوستم، هیچ بدبسونی نداریم، ایشون هیچ وقت نمیان من دفاع کنن، هیچ وقت سینه سپر نمی کنن جلوی کسی برای من. من نمیدونم اینه که آقای صحبه اینه که به شما میان این حرفا رو میزنن، چرا اینا نمیان به خود آقای توکلی بدن بگن، چرا به من نمیگن، چرا به آقای امیدوار نمیگن، چرا این همه میان در دلشون رو به شما میگن؟ مگه شما سنگ صبور مردم هستی؟ آقای توکلی بفرم. با درود به شما، درود به آقای سربی، دوست بسیار گرامی و شخص بسیار محترمی هستن ایشون و از این که خب ایشون یک کسان یک چیزایی گفتن من هیچ واقعا گله هم حتی ندارم، ولی راجع به دانشگاه گندی شاپور که شما میدونید دانشگاه گندی شاپور نه جندی شاپور، گندی شاپور پس از حمله عربا از بین رفت، دانشگاهی که بزرگترین دانشگاه جهان بود و دانشگاه ما داشتیم در زمان رضا شاه که
میرزا طهی‌خان امیرکبیر دارالفنون رو گشوده بودن، ولی شما برید در تهران دارالفنون موجوده، هستش، نگاه کنید ببینید بزرگی و چقدر این دانشگاه واقعا وسعت کلاس و چقدر میتوانست سالیانه متخصص تحویل ملت ایران بده. ولی کاری که رضا شاه بزرگ کرد، دانشگاه بزرگی است که سالیانه هزاران متخصص داره بیرون میده. این مسئله مسئله نیست که بخوایم کار رضا شاه رو دست کم بگیریم جناب مینوی. بله. رضا شاه اگر خلافی کرده، خب بیاید بگید خلافش چه بوده، والله همینطوری اومدن و گفتن که خاصیتی نداره. من هم نباشه و میباق کاری دارم نباشه مسائل. من انسانی هستم که تمام مردمی که منو میشناسن میدونن نه با کسی دعوایی دارم، مرافعی دارم، نه با کسی حرف بدی زدم در مدت عمرم، نه کسی به من توهینی کرده. من همیشه سعیم در این بوده که با مردم به طور برادرانه، هممیهنانه سخن بگم و همه هم حرف من رو تایید کردن به خاطر همین مسئله که من با همه مهربان و دوست و هممیهن بوده و هستم و خواهم بود. و جناب زوربی، اگر کسی به شما گفته، شما که منو چندین سال میشناسید، باور نفرمایید. من همین رو خواستم بگم. بسیار سپاسگزارم آقای توکلی. آقای مینوی، یک مسئله رو بگم که وقتی که رضا شاه میخواد 100 نفر از دانشجویان رو به خارج بفرسته که فنون جدید را بگیره، وقتی که از مجلس شورای ملی این مسئله رو تصویب کرد، نه اونم خودش فرمان بده، تصویب کرد و پای هواپیمایی که دانشجویان بود، تاریخ نوشته که برای اولین بار اشک در چشمان رضا شاه دیده شد، که رضا شاه خوشحال بود که میتونه جوانان مملکتش رو بفرسته برای فرا گرفتن فنون جدید. بسیار سپاسگزارم. مرسی، خیلی متشکرم. خب حالا برای که یک کمی عوض بشه، یک کمی فضا عوض بشه، بریم بیداری یه قسمتی داره که من این بیداری رو براتون بخونم. آقای سیاوش لشکری، دوست عزیز من، نزدیک 20 سال این مجله رو مرتبا منتشر میکنن و امروزه یه جوری شده که توی تلویزیونی بیای بگی مثلا آقای سوربی بگن امام جعفر صادق گفت خورشید تو لجن رفته، این خیلی راحت امروز گفته میشه و راست هم میگن. توی سوره قرآن هم نوشته شده که رفتن دنبال خورشید ببینن کجاست، رفت دیدن رفت توی چشمه گلالودی رفت اون تو. ولی 20 سال پیش جرأت نمیشد که این حرفا رو توی رسانه ها گفت. اگرم تو قرآن نوشته بود شما نمیواد میگفتید و یا ترجمه واضح میکردید. امروزه برای ما این شده و این یک مقدار زیادش مرهون کوشش های آقای سیاوش لشکری است که البته آقای خیلی بعد از اینکه بیداری منتشر شد خیلی ها اومدن و این راه ادامه دادن و الان خب یه لیست ایشون نوشتن، من این لیست حالا میخونم براتون. البته یک مطلب قبل از اینکه اون لیست بخونم، این مطلب بخونم، نوشته که آقای یزدان خدابندلو نوشته که ترازوی عدالت در دست زنان. اگر به مجسمه هایی که در دستشان ترازوی عدالت است نگاه کنید، همه زن می باشند. در جهان بینی میترایی خدایان مهر و میترا و آنایتا راهنمای آدمی یا نماد زنانه که منشأ زایندگی دارد نشان داده می شود و در جهان بینی ادیان ابراهیمی خدایان مرد صفت هستند که نماد خشونت و خشکیت است. در جهان بینی میترایی خدایان منشأ مادی و زمینی و جایگاهشان در طبیعت است و در جهان بینی ادیان ابراهیمی ایزدان غیر مادی، انتزاعی، غیر قابل لمس و جایگاهشان در تا ناکجا آباد آسمان قرار دارد که منشأ وقاحت
وقاحت در ادیان توحید نیست و فرستادگانش چون سبب ساز بی‌عدالتی، تبعیض بین آدمیان و انتشار ظلم در زمین شدند، فرزانگان عالم تصمیم گرفتند ترازوی عدالت را به دست زنان بسپارند، زیرا در رعایت عدالت منصفترند و سهم زنان را بیشتر از مردان در نظر نمی گیرند. بعد یه تیکه کوتاهی داره نوشته خدایی که حتی از درون مسجدش در کویت و کلیسایش در امریکا بیخبر است و مردم را میکشند، چگونه از سراسر کره زمین و حال تک تک مردم خبر دارد؟ واقعا سوال جالبیه. یک چند سال پیش من یادمه که توی یک کلیسایی ریخته بودن مردم را زد و کشته بودن، بعد خبرنگاری توی از چیز میپرسید، از کلیسا میپرسید که وقتی که این طرف آتش که گشوده بود به سوی مردم، شما احساستون چی بود؟ چه جوری بود؟ جناب سوربی عزیز بفهمید، صداتون خط پخش میشه. آقا این من میخوام زنگ بزنم که بگم شیرازی ها قهر کردن شونم به این خوبیه دود آشتی میکنه. نه، یکی از دوستان به من زنگ زد گفت که شما همیشه امروز هم حتی تعریف کردید از آقای مینویی برنامه‌تون، نباید قهر کنید و به آقای مینویی بگید که همین الان روی برنامه از دوستانتون سوال کنید که آیا شماره تلفن شما روی صفحه خونده میشه یا نه. منی که شماره تلفن شما رو توی تلفن همراه هم دارم، آقای امیدوار که شماره تلفن شما رو داره، آقای توکلی که شماره تلفن شما رو داره، ممنون از خانم جهانشاهی که من برنامه ایشون رو بسیار دوست می‌دارم، زنگ می‌زنید فرق می‌کنه با کسی که میاد الان نگاه می‌کنه می‌بینه با سفید و خاکستری روی سفید شماره تلفن شما رو نوشتن، ضمناً به من زنگ می‌زنن چون من هر روز برنامه شما رو پخش می‌کنم. از این هفته تا اون هفته یا دوشنبه یا چهارشنبه هر کدومش رو نگاه کنیم، من هر روز برنامه شما رو پخش میکنم. از آقای توکلی هم ممنونم، ایشون همون جوری که گفت ما دوستای قدیم هستیم. خوب شد آفتاب آمد دلیل آفتاب. از ایشون هم گفت که آقای امیدوار دانشگاهی دارالفنون هم داشتیم، ضمناً راجع به اون چیزی که آقای توکلی میگه دانشگاه اون موقع نقلی و کوچولو بود الان اینجوری شده، آقای توکلی قربونت برم، من 50 سال پیش وقتی دنیا اومدم 2 کیلو بودم، الان 200 کیلو هستم. هر چیزی با زمان بزرگ میشه. شما برو وست ویرجینیا، همین آقای امیدوار الان بچهاش داره میره دانشگاه، ازش سوال کنید دانشگاهی که امروز بچه ایشون میره 30 سال پیش که آقای امیدوار میرفت چه خبره. اگه جورج میسون میرن اون موقع 3000 نفر بود، الان 30000 نفر. اینا شامل زمان میشه. من بازم از شما ممنونم و عذر میخوام اگر اون موقعی به شما گفتم اینجوری. بازم از آقای توکلی ممنون، از آقای خانم جانشاهی ممنون و از امیدم ممنون. من چند مدت دنبال یه فرصتی میگردم که باهاش این برنامه رو ردیف کنم، خیلی ممنون. ولی شماره ای که نوشتن اینجا اصلا قابل خوندن نیست. تحویل مینوی ما میتونیم ببینیم ای تو کنل اون بالا نسبتا پایین، اصلا قابل خوندن نیست. بپرسید از بینندگانتون، بپرسید شماره اعلام کنید بگید بهتون زنگ بزنن. خدا نگهدار. متشکرم، مرسی. خب من تلفن هر دفعه باید بگم، راست میگن ایشون. من غیر از این که ایشون هستم، یه سری آدم ها هستن که در جای قرار دارن که صدا رو میشنون و اصلا چهره و اینا رو میبینن، باید تلفن گفته بشه. تلفن برنامه من از 281-835-3063، یه بار دیگه تکرار میکنم، 281-835-3063، این هم تلفن برنامه منه که میتونید در توی برنامه بیایید زنگ بزنید زنده صحبت کنید. همین که اینجا هست پیامگیره، یعنی هر موقع شما پیامی داشته باشید میتونید اونجا بذارید اون پیام ها و من گوش میدم و اگر لازم باشه پخشش میکنم. حتی بعد یه تلفنی از هست که من نمیشناسم، نمیدونم. الو الو بله. حالا گفتم که اینجا یک لیستی دارن، نوشتن که حدیث خوب و بد ما نوشته خواهد شد. نوشتن که تو اینجا این صفحه بیداریه. من تلفنم رو یه بار دیگه میگم، 281-835-3063
285 835 3063 اینجا این تلفن هست. ببینید نوشته شده، عنوانش اینجوریه: زنده یادان، زنده بادان، جفاکاران. حالا زنده یادان یعنی اونایی که کوشش کردن در راه روشنگری مردم و الان دیگه نیستن، یعنی یادشون زنده است. زنده یادان از میان رفته دلیران تاریخ ایران، حالا اسمشون نوشته دکتر شجاع‌الدین شفا، دکتر مسعود انصاری. ببینید اگر آقای دکتر شجاع‌الدین شفا رفتن یه دفعه مکه، خب منم یه زمانی نماز خوندم، البته هیچ وقت دو سه روز بیشتر دنبالم نبوده، ولی خب این که دلیل نمیشه که انسان اگه متحول نشه انسان نیست. تکرار میکنم، اگر انسان افکارش، برداشتش از جامعه روز بروز بهتر از قبل نشه، اگر یک انسانی امروز بیاد بگه من درست مثل اون زمانی که 40 سال پیش فکر میکردم عیناً همونطوری فکر میکنم، من یکم به شک میکنم. دکتر شجاع‌الدین شفا، دکتر مسعود انصاری، علی دشتی. علی دشتی میدونی کی بود؟ علی دشتی اون کسی بود که 21 سال نوشت. علی دشتی آخون بود، کسروی هم آخون بود. این از لباس آخوندی وقتی که لوتر و بزرگانی که دین پروتستان رو به پای گذار کردن، اونا هم کشیش بودن، ولی خب اونا اومدن تحول پیدا کردن و ولذا دشتی یکی از اوناییست که بزرگان این گروه هستش. دشتی اومد یک کتابی نوشت به نام 23 سال و اون کتاب 23 سال بسیار مطالب تاریخی و مستدل، همه با به اصطلاح ذکر مأخذ و منبع در اون کتاب نوشته شده. به نظر من هر ایرانی باید 23 سال حتما بخونه، یعنی اگر شما 23 سال نخونده باشید یک نقصی در وجود شما هست، حتما هر جوری هست پیدا میشه کرد. البته یک شرکت های لس آنجلس چاپ کردن کپی در کپی، کیفیت خوبی نداره، اگه بتونید با کیفیت خوب پیدا کنید، مثل که روی اینترنت هستش. یه دفعه خود آقای سوربی به من گفت روی اینترنت هست، شما میتونید از روش پرینت کنید بگیرید بخونید. برای اون کتاب هر کس کتاب خوان هست، وقتی کتاب خوندن داره بخونه. حالا اگر نمیتونید همش یه دفعه بخونید، همینطور صفحه به صفحه بخونید، بسیار خوب خواهد بود. دشتی رو گرفتن در جمهوری اسلامی، بسیار شکنجهش کردن، بسیار آزارش کردن، ناجوان مردانه باش رفتار کردم. دکتر عبدالحسین زرینکوب، دکتر کورش آریامنش، علی دالفنگ، من نمیدونم درست خوندم تلفظ شدن، پروفسور منصور پروفسور منوچهر جمالی، سیاوش بشیری، نادر افشاری، فریدون آدمیت، دکتر محمد آسمی، شایان کاویانی. شایان کاویانی همکارمون تو تلویزیون بود که تو همین تلویزیون ای تو بود، بعد یه تلویزیون دیگه هم بود، سرش کلاه گذاشتن. رضا فاضلی، فرود فولادبند، فریدون فرخزاد، نادر نادرپور، سعیدی سیرجانی، احمد کسروی، صادق هدایت، ذبیح بهروز، نادر پیمایی، منوچهر فرهنگی. نادر پیمایی یک انسان وارسته بودن از دیار مردخیز آذربایجان و چندین کتاب نوشتن، من چند تا کتاباشون دارم، باشون ارتباط داشتم که البته فوت شدن، و یک کتابی هم درباره زبان آذری دارن که زبان آذری این زبانی که بدن به این زبان در اومده، یعنی اصلیت مردم آذربایجان به این زبان حرف نمیزنن، اصلیت مردم آذربایجان ماتها بودن. ماتا یعنی همون قوم ایرانی که اومدن، قوم ایرانی که نکید، قوم آریایی که اومدن و در کردستان و در آذربایجان سکونت کردن، بخش فارسش اومدن در میانه ایران شیراز آقای سوربینا کردن، بعد بخش پارتا رفتن در خراسان و قسمت سکونت کردن. و حالا من یه چیزی یادم افتاد که ما همیشه همه مردم دنیا خودشونو میخوان به قوم مهاجم بچسبونن،
بسیار مثال در این باره من بعداً صحبت بیشتر میکنم. مثال میزنم. فرض کنید عرب ها اومدن به ایران حمله کردن. خب 200 سال در ایران حکومت کردن. یعنی مثلا رئیس یک شهری، شهردار، حاکم، والی عرب بود. خب اون عربی که تنهایی نبود که یه سری قشون عرب هم داشت که با کمک اونا حکومت خودش رو پایه‌گذاری میکرد و اجرا میکرد. ولی خب اینا حالا زن میگرفتن از اینا، ازدواج میکردن، تجاوز میکردن، میرفتن خونه یارو مثلا اتفاقاتی میافتاد. حالا بچه های مشروع یا نامشروع به وجود میادن. این بچه ها رو میگفتن سید، و برای که نگن که مثلا فلان سرباز عرب این ترتیب داده داماد ما شده، مثلا میگن این سرباز عرب این از نواده های مثلا حضرت علیه. بعد در نتیجه میبینیم که میشه گفتش که من یه دفعه آمار گرفت بودم تقریبا میشه 7% مردم ایران سید بودن. من دبیرستان گونم تو کلاس مختلف آمار گرفتم که این کلاس چند نفر هست چند نفر سیده، دیدم یه عددی حدود 7-8% مردم سیدن. اینا در واقع اولاد علی و اینا نیستن، اینا میخوان خودشونو به قوم مهاجم بچسبونن. ببینید یه سری قاجارا هست که چون مغوله اومدن اینجا، یه سری هم خودشونو میچسبونن، ما هم قاجاریم. و مثلا فرض کنیم که مثال بزنیم در مصر، حالا مردم عرب زبان شدن دیگه، بهشون یه نفر شاید بگی آقا تو قبطی هستی، شاید بهش بر بخوره بگی من که قبطی هم، من عربم، در حالی که اصلیتش قبطیه. یا در لبنان به یه نفر بگیم آقا تو فنیقی هستی، بگی من کی فنیقی هم، من عربم، در حالی که اونا اصلیتش اون نیست. یعنی اونا زبانش رو عوض شده اونجوری شدن. و همونطور گفتم ما گاهی وقتا خودمونو به قوم مهاجم میچسبونیم. حالا اینجا آقای سیاوش لشکری زنده بادان نمیشه، در حال مبارزه، جان برکفان. جان برکفان یعنی کسانی که جونشون کف دستشونه، مثل آقای شایان کاویانی، مثل آقای فولاد فولادان که جانشون رو دستشون دادن، و مثل اون بقیه که اسم برده شد. حالا من این زنده بادان رو هم میزنم برای بعد جفاکاران میخونم. جفاکاران یعنی کنایه کسایی که جفاکاران، کسانی که خیلی هم خوب میدانند مشکل اصلی ما اسلام است، کسانی که خیلی خوب میدانند مشکل اصلی ما اسلام است، نه آخوندها، اما از ترسشان لب به لب انتقاد از اسلام نگشودند و مبارزان نامبرده در بالا را تنها گذاشتند و حاشیه امن و عافیت را ترجیح داد. برای همیشه گلمندشان هستیم. خانم‌ها و آقایان، حالا نوشته اینجا اسمارا، من میخونم، من تقصیری در این مقدر ندارم اینجا. آقای دکتر صدرالدین الهی، آقای دکتر صدرالدین الهی نویسندگان بزرگ ایرانه، قبل از انقلاب استاد مدرسه نمیدونم روزنامه نگاری یا نویسندگی بودن، و وقتی میگم استاد دیگه واقعا ایشون استاد بودن. حالا چرا؟ من مطمئنم که ایشون تایی دلشون هیچ وقت این خرافات قبول ندارن، ولی نمیدونم چرا نمیان بگن، نمیدونم. عباس پهلوان، دکتر علیرضا نوریزاده، علیرضا میبودی، پری عباسلتی، پری عباسلتی که میگه که ساسان کمالی، پرویز قاضی سعید، احمد احرار، حسین مهری، عباس میلانی، مهدی زکایی، هادی خورسندی، دکتر حسین لاجوردی، محمد امینی، رامین پرهام و بسیاری دیگر که همه رسانه ها را اشغال کردند. برخی از اینها اگر در کنار شجاع‌الدین شفا یا مسعود انصاری قرار می گرفتن، ایران خیلی زودتر از شر اسلام این شر عظیم راهی پیدا می کرد. در میان این نام ها بسیاری چون آشکار و پنهان ارادت خود را به اسلام هنوز حفظ کردن. خب اینم از بخشی از بیداری. من اون تیکه یه زنده یادان رو میذارم که دفعه دیگه بخونم. زنده بادان یعنی اونو که هم اکنون این کار رو میکنم. خب خیلی متشکرم. ما مهمان های بسیار عزیزی داشته بود خب
آقای سربی، آقای امیدوار، خانم جهانشاهی، آقای توکلی، به هر حال دستن در کاران رسانه ها امروز همکارای ما اومدن رو خط. امیدوارم که دیگر عزیزانم مطلبی دارن بگن. من امروز زنگ زدم به آقای دکتر نصر احمدی، گفتن من این هفته نباشم، عیب نداره. گفتم صاحب اختیار نباشید، من نمیدونم، من هفته دیگه هم با ایشون زنگ خواهم زد، اگر مایل باشن میان توی این برنامه. ولی خب من اینم بگم که من این کتاب رو، اینقدر کاغذی که توشه، این اشکالاتی که به نظرم رسیده از این کتاب گفتم. البته اگر این کتابی نوشته میشه قانون اساسی است، اگر همون در جلسه اول قبول بشه که منطقی نیست که قانون اساسی امریکا رو چندین سال تو روش کار کردن. خب ما این قانون اساسی رو که آقای دکتر نصر احمدی نوشتن دستشون هم درد نکنه. خب براش من سوال اولم از ایشون رو خطم همینطوری بهشون گفتم، گفتم ببینید عزیزم، هر کسی یک کتاب می‌نویسه باید لغت هم از خودش حتما در بیاره. پارلمانی که همه دنیا میگن پارلمان، حالا چرا اسمش می‌ذاریم رایستان؟ حالا گویا اومدیم خواستیم عوض کنیم. رایستان آخه درست نیست که. استان که می‌ذارن مثل نارنجستان، چیز فیزیکیه. مثل گلستان که گل داره، مثل نارنجستان که درخت نارنج داره. ولی اون چیزی که مثلا رأی گفتگو، رأی بحث کردن، این یک کار فیزیک نیست که بگیم رأی ها رو اینجا چیدیم رو هم. گفتار مردمه، گفتار مردم مثلا ورزشگاه میمونه که ورزش میکنن، مثل دانشگاه میمونه که دانش آموزی میکنن، مثلا فرض کنیم که چیزهای مختلف اینجوری میمونه. اولا هیچ لزومی نداشت آقای دکتر نصر احمدی، شما خودتون از پارلمان یه لغت در بیارید بذارید پارلمان. اگه بنا بود که همه شما لغت در بیارید، من لغت در بیارم، آقای سربی، آقای امیدوار، آقای توکلی، خانم جانشای، هممون لغت در بیاریم که بلبچو میشد. پس فرنگستان رو درش ببندیم دیگه، تخته کنیم، ما خودمون همه لغت درست میکنیم. و مسائل دیگر که این تو بوده که من حالا خدمتتون عرض خواهم کرد. من جناب امیدوار سپاسگزارم از دستون که در اتاق فرمان برنامه رو کارگردانی فنی کردید. خیلی متشکرم عزیزان، از شما بینندگانی که به برنامه توجه کردید بسیار از شما سپاسگزارم، خیلی ممنونم از شما و امیدوارم که نظراتتون رو بگید. 281-835-3063 شاد و پیروز باشید. شما رو به خیر از دونی شما.